سلام دوباره به تمام افغانستان و خصوصا کودکان افغانستان. دوباره در حضور شما قرار داریم در این خانه، در برنامه گلبانگ از تلویزیون یک، و شما این بیننده این برنامه خواهید بود تا رأس ساعت 9 و منم در کنار شما با همکاران خوبم که در پشت صحنه هستن و یک مقدارش هم در اتاق کنترل هستن. زحمت کشیدیم و تلاش کردیم که محتوای خوبی را در برنامه امروز هم برای شما آماده بسازیم و از همه مهمتر امروز ویژه کودکان افغانستان هست. بله، 11 جوزا مصادف است با روز کودک در افغانستان. کودکانی که در دههای اخیر و تا امروز آسیب پذیرترین قشر در جامعه بودند متاسفانه، و حالا ما میخواییم که امروز، فقط امروز نه بلکه در کل، ولی امروز را در این خانه، یعنی خانه گلبانگ، برای شما کمی ویژه تر بسازیم. شما کودکایی که برنامه گلبانگ را بیننده هستین، صبح شما هم بخیر. از شما میخواییم که تا آخر برنامه امروز را بیننده باشین با محتوایی که تهیه کردیم. خب بینندگی عزیز، قسمی که در شروع صحبت هم تاکید کردم، کودکان افغانستان آسیب پذیرترین طبقه یا قشر در جامعه افغانستان بوده، از بود روانی، بود اقتصادی، از بود بسایی، مثلا بارها شده که مورد خشونت قرار گرفتن و آمارهای متفاوته از طرف کمیسیون حقوق بشر، از طرف نهادهای دیگه که حامی حقوق کودکان بودن در جامعه افغانستان نشر شده. و مهمتر از همه این که کودکان در خیلی از موارد در میادین جنگ استفاده شدن و فرستاده شدن به عنوان یک سرباز، که بعضا از طرف خود نیروها هم، یعنی در عموم در صفوف نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی هم دیده شدن، و بدتر از همه که میزانشان در میان نیروهای مخالف دولت افغانستان بیشتر بوده و از کودک ها در موارد مختلف نظامی استفاده صورت گرفتن. بحث استفاده جنسی و یا هم موارد تجاوز جنسی بر کودکان در افغانستان خیلی زیاد بوده و هست. تا امروز ما آمارهای متفاوت البته میبینیم و میشنویم و گفته میشه از طرف نهادهایی که بررسی میکنن و تحقیق میکنن در این موارد در افغانستان. مورد بچه بازی که نام خدا اسم ما هم در سطر هست در جهان و بارها به سخره گرفته میشیم از اون بود، در افغانستان وجود داره و این کودک ها هستن که قربانی این مورد میشن. و مورد فقر که بیشتر این طبقه را آسیب زده، خانواده ها به دلیل اینکه از سطح پایین اقتصادی برخوردار هستند و یا اینکه اقتصادشان خوب نیست، از کودکایشان برای بهبود اقتصادشان استفاده میکنن و مجبورن که کودکایشان را بفرستن به جاده ها و به سرک ها و همینطور به کارهای شاقه تا درآمد خانوادهشان حداقل در حدی باشن که این خود همین کودک ها در همون خانواده گرسنه نمانن. مسئله زیادی کودک ها هست، نفوذشان. ما در افغانستان همیشه تاکید میشه که میزان جوانان بیشتر هست، کودکانمان بیشتر هست، اما چند درصد از این کودک ها کیفیت زندگیشان خوب است، کیفیت زندگیشان انسانی هست؟ این آماری است که البته در این مورد آماری وجود نداره و آماری نیست که گفته شده. و بس کودکایی که از مشکلات روانی رنج میبرن، که طبعا جنگ تاثیر داشته، اقتصاد تاثیر داشته و اینکه در خانواده مورد خشونت قرار گرفتن، این هم تاثیر گذاشته. ما نمیدانیم که چند بستر در شفاخانه های سطح روانی در افغانستان از کودکان هست. بس پرورشگاه ها که میفهمیم تعداد زیادی از کودک ها در اونجا تربیت میشن، مراکز اصلاح و تربیت، چه مقدار کودک در اونجا حضور دارن؟ همه اینا سوال هایی هستن که در ذهن ما و در ذهن شما هم هست مطمئنن. و ببینیم که در برنامه امروز چند درصد از این صحبت هایی که داشتیم میتونیم پاسخش را داشته باشیم. شما میتونید سهم خودتان را در برنامه داشته باشین. شماره تماس 0791-300-654 در اختیار شما هست. در ابتدای برنامه من میخوایم که دیدگاه شما را داشته باشم، تماس بگیرین و بیاین در این مورد صحبت کنین. شماهایی که آگاهی دارین، شماهایی که بررسی کردین، اطلاعات دارین، بیاین نظرتان را شریک بسازین و امروز فرصت هست تا صحبت های شما را بیشتر بشنویم. شماره تماس تکرار میکنم 0791-300-654. تماس گرفته و دیدگاهتان را در ارتباط به وضعیت کودکان افغانستان با ما و بیننده‌های عزیز در میان بگذارید. شماره تماس زیرنویس میشه و شما میتونین تماس بگیرین.
معلومات نهادهای حمایت از کودکان در طول چند گزارشی که من مرور کردم نشان میده که 7 میلیون کودک و شاید هم بیشتر از 7 میلیون کودک با خطر گرسنگی در افغانستان مواجه باشند. و این مواردی هست که چند موردی دارم که در جریان برنامه حتما برای شما شریک میسازم. تماس پشت خط هست فکر میکنم. سلام، وقت شما بخیر. بله؟ سلام، وقت شما بخیر. سلامت باشین، تشکر، بفرمایین اسمتان، از کجا تماس گرفتین؟ تشکر، وقت بخیر، شما خوبین؟ بخیر؟ ببخشید نفهمیدم اسمتان؟ بله؟ صدای من رو میشنوین؟ همکار عزیز، میشه تماس هموطنمون رو قطع کنین؟ یک خواهش، زمانی که تماس میگیرین موقعیت دورتر از تلویزیون بر خود انتخاب کنین و صدای تلویزیون رو میتونین هم پایین بگذارین، خیلی پایین، که صدای ما را از طریق تلفن بشنوین و تلفنتان را در بلندگو هم نگذارین که بتونیم به راحتی صدای شما رو داشته باشیم و شما بدون تأخیر صدای ما رو داشته باشین و جواب بدین. خب، از آمار کودکانی که گفتم حدود 7 میلیون، شاید هم بیشتر از 7 میلیون که با خطر گرسنگی مواجه هستن. حالا در گزارش دیگه که من متوجه شدم گفتن حدود 2 میلیون کودک زیر 5 سال از گرسنگی، یعنی از گرسنگی شدید رنج میبرن در افغانستان و اگر بس اقتصادی در افغانستان خوب نشه ممکن این 2 میلیون کودک متاسفانه تلف شون. چیزایی هست که من گزارشایی را که دیروز مرور میکردم با مواجه شدم و بیشتر در حداقل یک سال آخر وضعیت کرونایی در افغانستان بر وضعیت اقتصادی مردم افغانستان بسیار تاثیرگذار بوده و باعث شده که اکثر خانواده چون قرنطینه هم آمد خودشان بیرون نیاین و نتانن بیرون بیاین کودکانشان را بفرستن به جاده ها. تماس پشت خط است، ما ایدام هم میتون بعد از تماس. سلام، وقت شما بخیر. بله؟ خیر، تماسشان قطع شد، دوباره منتظر می باشیم. به شماره تماس 0791-300-654 تماس گرفته. دیدگاهی اگر در ارتباط به برنامه امروز ما داریم که روی کودکای وضعیت کودکای افغانستان هست و در عموم می خواهیم صحبت کنیم، از بود روانی، بود بحث فقر در افغانستان، بود استفاده جنسی در افغانستان از کودکان و بود استفاده در میادین جنگ در افغانستان، بنابراین میتونید تماس بگیرید و اگر نظری دارین میتونید با ما شریک بسازین، بخصوص شمایی که در خصوص کودک فعالیت دارین و امروز تحقیقات انجام دادین یا این که بالاخره بررسیهایی دارین میتونید بررسیتون رو با ما شریک بسازین. تماس پشت خط هست، ببینیم که کدام هم وطن ما هستن. سلام، وقت شما بخیر. سلام، وقت بخیر، خوب هستین؟ سلامتین؟ سلامت باشین، تشکر. صبح شما بخیر. باشین. اسمتان بفرمایین، از کجا تماس گرفتین؟ تشکر از اینکه ما رو وقت دادیم تا با شما به ارتباط شوم. خواهش میکنم. در رابطه با کودکان، اول کودکان را با تمام کودکان جهان بخصوص کودکان افغانستان تبریک عرض کنم. واقعا کودکان روزهای بسیار سختی را سپری میکنن. اونا کس در اکثرش کس روزا اما مسائل خانواده خود تامین میکند و همش با کارهای بسیار شاخص دستی که اونا انجام میدهند، مانند کفش دوزی. اونم برادر عزیز، فکر میکنم یا در موقعیت بیرون قرار دارین چون شمال هست صدایتان قطع وصل میشه یا خانواده تامین میکنند. خیلی کودکان افغانستان رنجیده و زحمت کش هستند. سلامت باشین. تشکر از تماستان، تشکر از دیدگاهتان. ممنون که بیننده هستین. خب، تماسشان قطع شد. ما در ارتباط به کودکانی که زیر 5 سال هستن و حدود 2 میلیون آمارشان میرسه که از گرسنگی شدید رنج میبره در موردش بر شما گفتم. و همینطور که حدود 2 میلیون کودک زیر 5 سال که از گرسنگی شدید رنج میبرن و اگر وضعیت چنین ادامه پیدا کنه و خانواده این کودکان نتونن که کمک دریافت کنن، این 2 میلیون کودک بر اساس گزارش هایی که نشر شده متاسفانه تلف خواهند شد.
و از سوی دیگر بر اساس معلومات نهادهای حمایت از کودکان در زمان کرونا و به دلیل شرایط قرنطینه گفتند که خشونت ها علیه کودکان در خانواده و در خانه هم افزایش یافته و اکثر کودکان به آموزش آنلاین و یا آموزش از طریق رسانه ها دسترسی ندارند که ما امروز تلاش میکنیم پاسخ بر این موارد داشته باشیم. سلام، وقت شما بخیر. وقت شما بخیر، صبح زیبای شما بخیر. تشکر، سلامت باشین. اسم شما از کجا تماس گرفتیم؟ اسم امیر محمد تلاش است از شهر کابل، امروز شما هم کلام هستم. آقای تلاش از شهر کابل تماس گرفتین، ممنون شما. شما خودتان وضعیت کودکان کابل را متوجه هستن طبیعتاً. دیدگاهتان در ارتباط به وضعیت کودکان افغانستان و تجلیل از این روز 11 جوزا در افغانستان چه هست؟ ما خرم اول میخوایم که روز کودک حسنی به قلب تبریک بگویم به تمام کودکان افغانستان. تشکر، سلام. اینکه آنها باید ما کودک در افغانستان تشویق کنیم، باید مورد تشویق قرار بدیم. هر کودکی که استعداد شکوهای حساب داره، کشورهای خارجی مثل کشورهای هندسه‌ای کنیم که بالای کودکاشون باید باز هم یک کشور فقیر هستن، همه کودکش همیشه تشویق میکنن، در برنامه ها میسازن، با یک قلم با یک کتابچه با یک اسباب بازی تشویق کنیم. مطمئنن استعداد خفتی و کودک در وجود از هست بیدار میشه و اونها را دکترهای بسیار مدرن، دکترهای بسیار ورزیده، پزشکهای بسیار ورزیده و انجینرهای بسیار ورزیده در جامعه به بار میارن. اونها به خود میبانند که ما همچین موجودات واقعا شگفتی هستیم. من فقط یک آنه خودم هم یک کودک دارم به نام صدر جان که یک نیم ساله است، بسیار دوستش دارم و میخوایم که دختر ما در آینده یک آدم بسیار آن روشن فکر بر بیاید. من از خانواده های عزیز چی صورت من دستن چی خطیقت یکوان خواهش ما ای است که کودکشون دستکن و همیشه کودکشون تشویق کنند، تشویقگرا باشه. همین گفتنی ما بود. تشکر، سلامت باشین. تشکر از اینکه دیدگاهتون رو شریک ساختین و ممنون از اینکه متوجه بحث هستین. سپاسگزار شما، بیننده باشین همچنان. خب، تشکر از هموطنمون که تماس هم گرفته بودن و دیدگاهشون رو در ارتباط با کودکان و اوضاع کودکان و اینکه چه کار باید کرد حداقل به عنوان یک شهروند خوب شریک ساختن. خب، مؤسسه حمایت از کودکان یا Save the Children در یک گزارش گفته بود که ویروس کرونا در افغانستان بر کودکان تاثیر منفی گذاشته و گزارش این نهاد در ماه اپریل که دو ماه قبل البته تقریبا نشر شده نشان میده که بیش از 7 میلیون کودک به علت قرنطینه و بیکاری خانواده هایشان در معرض خطر گرسنگی قرار دارند. احتمالا این آمار حالا بعد از دو ماه بیشتر هم شده باشه. خب، تماس پشت خط داریم. سلام، وقت شما بخیر. بله، سلام. بله، سلام علیکم. سلام برادر عزیز، بفرمایید اسمتان، از کجا تماس گرفتین؟ از بغلان. از کودکان بغلان برمون بگید. منظور ما از این است که اول کودک کم بلندتر میشه لطف کنین صحبت کنین، صدا شما رو واضح تر داشته باشیم. من میخوایم چند نکته را به کودک براتون بگویم که باید ما متوجه باشیم که کودکان ما سمیدیاز بخونن، زحمت بکشن تا... بله؟ متاسفانه تماسشان قطع شد. خب، من ادامه همین مورد را میداشته باشم. بله، که ممکن این آمار 7 میلیونی در این دو ماه و میزانشان افزوده هم شده باشه. خب، بیاین که ادامه را در جریان ادامه یه صحبت ها را در جریان برنامه بعد داشته باشم. نمیخوایم زیاد کل اطلاعات را در شروع برنامه با شما شریک بسازم چون که فرصت داریم تا رأس ساعت 9 و فرصت برسه به دیگر بخشایی از برنامه گلبانک. امروز محتوای خوب را شکل دادیم. فقط در ساعت اول، در دقایق اول ساعت اول برنامه گلبانک خواستیم که دیدگاه شما را داشته باشیم برای اینکه بتونیم حداقل با یک سری دیدگاه شما برنامه را شروع کنیم و در برنامه سهم خود شما را داشته باشیم. حالا یک بسته گزارشگونه تقریبا از خانم سرایا وکیلی آماده هست. تماشا کنین، دوباره برمیگردیم. پرداخته به فضای باغ بابر در کابل و در ادامه هم
قرار است مهماندار باشیم و مهمانکای خیلی خوبی در برنامه قرار است که حضور پیدا کنن. ما هم زبانم تا که سر کار میایم یکم زمان میبره. خب بستر تماشا کنید بیننده عزیز، در ادامه با شما هستیم. باغ بابر خوش آمدین عزیزا، آمدیم امروز باغ بابر در کنار جمعی از هموطنان ما تفریح هم داشته باشیم. امروز قرار است که جای دیدنی که در این باغ هست هم با شما شریک بسازم، با مسئولیش صحبت کنیم. فراموشم نشه قدر باغ سبز شده، قدر مقبول شده که دوست دارم از دانه دانه جایی که در اینجا است براتون تصویر بگیرم، از درختهایش سبز، از فضای خوب و آرامش و همچنان تصویرهای مقبول. تصمیم دارم امروز حداقل 50 تا عکس بگیرم در اینجا. با ما بیاین. سلام 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 سلام. نام چیست؟ محمد یوسف. محمد یوسف جان، در باغ دیدیم تنها تنها کجا چکر میزنی؟ اونجا چکر میزنی. چطور از باغ مقبول است؟ بدلت است؟ مادرت کجاست؟ اونجا. اونجاست؟ من در بین تمام هموطنهای ما که در اینجا آمده چهره های آشنا و قهرمان ها را هم دیدم که میخوایم کشان صحبت کنم. سلام سلام. سلام علیکم. سلام علیکم فارق صاحب. سلام سلام. خوب هستم. وقتتون بخیر. خوب هستم شلام. سلامت باشم. بخیر. چطور که یگان دفعه چکر و تفریح میاییم؟ بله تفریح خوب یکی از جز زندگی است. ما باید تفریح کنیم. امروی دوستان امروز خواستیم تفریح باغ بهور. از کوه و یخ سر زده نامدین به طرف باغ دگر. بله بله. خوب هستن انشاءالله؟ شکر سلامت. با تمرینات، با زندگی، با ورزش چطور هستن؟ خوب هستن شکر تیر میشه. تمرینات ما خو زیاد کوه هست، طبیعت باز هست، سرا هست. همچنین ما طبیعت باز و درخت و اینا رو زیاد خوش داریم. قرار هست که مردم ما دوباره با همین زحمتاش ما لبخند بزنن؟ بله بله یک پلان داریم انشاءالله تا چند وقت دیگه تکمیل میشه. یک خوشحالی بسیار خوب هست. انشاءالله یک برنامه خوبتر بگیریم. باز انشاءالله میگیم. امی تابستان که یخبندان نیست، باز چطور میکنین؟ در کجا تمرین میکنین؟ مشکل نیست، تابستان در صحرا تمرین میکنیم. تمرینات ساحلی و کنوردی در دشت فضا و آبازی هم داریم در تابستان. در اول بر ما بگوین که مساحت باغ چقدر هست، از کدام سال تا فعالیت میکنه و در مورد تزئیناتش، در مورد امنیتش کامل سوالایی است که شما داریم. طور که از نامش پیداست، توسط ظهیرالدین محمد بابر پادشاه غازی یک امپراتوری بود که در اوایل قرن 15 اینا از وادی فرغانه شروع کردن به تسخیر جغرافیای عظیم به کابل آمدن. 351 سال بابر و اولاد بابر بالای از این جغرافیای بزرگ از جمله بالای کابل زیبا هم حکم روایی کرده. اینا خواستن برای کابلی ها باغی را به تحفه بگذاره که در آینده ها کابلی ها و مردم کابل این ساحه سبز را به یادش دعا بکنه و دی بیان چکر بزنن و لذت ببرن. ما قدردان به ترتیب این اولین باغ هستن، باغی هست که در دامنه کوه شیر دروازه در زیر تپه توپ در وادی چاردیهی اینی باغ را ساخته و کلن باغ در حدود 12.5 هکتار یا 54 جریب زمین است. در 15 طبقه در چون در دامنه کوستن در 15 طبقه یا ترس یا مرتبه جور شده و زیبایی باغ هم در امیست که این هموار نیست، فلت و هموار نیست، بلکه در دامنه کوستن. باغ تیکت داره با یک قیمت بسیار مناسب 30 افغانی. یک هموطن ما میتونه با گرفتن 30 افغانی تیکت که به شکل الکترونیک است، تیکت ما بسیار شفاف بسیار پاک. شما شاید دیده باشید تیکت هم شاید گرفته باشین. بله من یک از داخل میشه، بالاخره میان تیکت چک میشه در دروازه دوم که به نام دروازه شاه جهانی میشه. بعد از مردم داخل میشه در هر جای باغ گشت گذار کرده میتونه، نشسته میتونه، میلک گرفته میتونه و
بخش عوایدی دوم ما غرفه هاست در داخل باغ، اما از این غرفه های تجارتی که به کرا دادیم، به قرارداد دادیم، از این هم کرا میگیریم. در کاروانسرا هم در حدود 12 دانه دوکان است که هم به کرا داشته، بیشتر خانم ها او را مدیریت میکنند. و واقعا ما هم بسیار زیاد لذت بردیم، تصویرهای بسیار زیبای از این باغ را هم با شما شریک خواد کردیم. خدا کنه شما هم آشنا شده باشین با تمام جاهایی که در باغ بابر وجود داشته. بر شما هم تفریح خوش میخوایم، اوقاتتان خوش در متوقعی برنامه با عزیزای ما، همکارای خوب ما همچنان باشند. برگشتیم دوباره. بله، گزارش از خانم سرایا وکیلی بود که در ارتباط به فضای باغ بابر و حضور مردم آماده کرده بودن و نیاز بود که در همین قسمت برای شما نشر کنیم. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه و واقعا همون محتوایی که می‌خواستیم انتقال داده باشیم. حالا یک بیان برنامه کوتاه می‌گیریم، زود برمیگردیم. تشکر از شما که خیلی خوب اجرا کردین ترانه ملی. خب ما میخوایم که یک به یک صحبت کنیم امرایتان و یک نفر برام بگه که یک نفر جواب بدیم. سایز از زکی پرسان کنیم. زکی جان باش خیمه ما که برات بتو مصطفی زکی تخلصش گرفتیم دیگه. خب بیا بیا پیش، بیا پیش، بیا زکی، بیا 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 که اینجا سعی در تصویر معلوم شوی. اسمت چی هست؟ مصطفى زکی. آفرین. حالا طرف کامرا ببین، بگو که امروز چطور هستی؟ امروز چطور هستیم؟ نه خودت بگو چطور هستی، جواب بده. چی؟ خوب هستی؟ خوب هستی. خوب بس گپای برای تکرار میکنم. خب مصطفى میفهمی امروز کدام روز هست؟ خوب هستم. خوب هستم. امروز روز کودک. آفرین، پس روزت مبارک. تشکر. اینیش سعی جواب دادی. یک دختر خوشگل دیگه ایجا داریم و ناز نازی. ستایش. ستایش بود؟ سلام. بیننده و منتظر از چوچک ها کل شاشششتن سهل میکنن تلویزیونه. میگه ستایش بر ما چی گپ داره؟ ای چی؟ همینطورم؟ چوب؟ آخه بیننده عزیز، گروپ ترانه‌خوانی بوستان مهر، مکتب بوستان مهر را در کنار خود داریم و طفلکای نازنینی که اینجا حضور پیدا کردن برای شما ترانه اجرا کردن که امروز
قسمی که در شروع برنامه گفتم روز اینا هست و ما می‌خوایم که امروز کودک‌ها را تا ختم برنامه در کنار خود داشته باشیم. خب جایزه چی بود؟ کسی که خوب بخونه چی جایزه می‌گرفت؟ فقره می‌گرفت. کو بخونه؟ بگیرین دیگه. بگی هر کس به دل خودش یک دانه بگیره. تو چرا گوشای تپوت کردی؟ ها؟ آمادگی داشتی؟ خب کی کدومش می‌گیره؟ من. سبز، زرد یا سمنی؟ از تو قشنگم هست، از تو هم سفید خالص. خب تو بیا، تو چه سفید انتخاب کردی؟ تو بیا کمی طرف که تصویر بیای دوست من. ها؟ خاطر من سفید خوش کردم، سفید دلخواه بست. رنگ سفید دلخواه تست، اسم چیست؟ عایشه. عایشه، عایشه جان، دوست دارین که یک بازی اجرا کنین یا خیر؟ بازی؟ خب شما یک لحظه اینال بیاین برام بگین ترانه دیگه بلد هستین؟ یک ترانه دیگه بلد هستین؟ بله. کی بلده؟ تکی میخوان یا کلتون بلد هستین؟ کلتون. یک جایی میخوانین؟ بله. همتون یک جایی؟ سایس خیمه پس مایی که میمانم؟ ترانه کوده که میخوانین؟ سایس یک جایی استاد شوین پس؟ چرا نمیترخه؟ میخوای بترخانیش؟ خب باشه که آلی مایک اینجا. خب هر کس خوب بود، آرام بود، قال مقال نکرد جایزه داریم. بیاین استاد چمی ترانی تانو بخوانیم. بیاین نتونیستی بالاخره. خب بیاین پس استاد چمین پس قطار استاد چمین ترانی کودک بخوانیم برمه. کلگی بیاین. زکی بیا استاد شم. بیا شمام بیاین کی آرام کنه. خب ترانه کودک کی میخونه؟ من. سایس دیگه خیلی استاد چند شروع کنین دیگه. شروع هر کس آرام استاد شد، هر کس خوب اجرا کرد جایزه داره. خیلی خب بخونیم شروع. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما، تشکر. خیلی خیلی هم خوب اجرا کردین. خب یه دو نفر اونجا آرام نبود، دو نفر جایزه ندارن. خب میخواین جایزه‌تون چی باشه؟ جایزه موترک. چی؟ موترک؟ خب تو چی میخوای؟ موترک. پس به شرطی که تا قسمت آخر وقتی هرچی همکار ما غلام سخی میگه با خوبی انجام بدین، طفلای خوب، کودکای خوب و آرام باشین. منظورم شوخی تا نکنین، اما از صد که بیرون رفتین از استودیو بیرون رفته شوخی کن. اوه آقا زکی خیلی سفارشاش زیاد هست. ازاد دم موتر لنگ کرده. اوه یک نفر من موتر بنز بیشک. یک نفر در بین مرا امه گفت، دیگه کلش استاد گفت. خب تشکر از همکار خوبمان آقای غلام زخی. میخواییم که داخل استودیو آمده و ببینیم که چه داره برای کودکایی که امروز اینجا داریم. بیاییم غلام زخی صاحب. سلام خوب هستین؟ قندلکا خوب هستین؟ هیچ رقم سعی میکنه طرف ما این رقم. خب سلام اطفال دوست داشتنی، قندل، نبات، شکر، کسایی که در خانه است ما رو میبینن. اطفال دوستانی روزتانه با تمام جهان، مخصوصا با کودک افغانستان تبریک میگم. یک سلام با بانو تابان و تشکر که همی برنامه رو برای ما جور کردن. جهان سپاس. خب اطفال دوست هیچی رقم سایدیسی در جیب شکر.
خنده آدم ما برتون جایزه هم برتون جور کردیم هر کاری که من میکنم شما اجرا میکنین؟ بله گوش کنین یکی میگم نه که رو بان تو ببان یکی میگم دستا بالا باشه کی ضعیف است آفرین دوتو میگن دستا بغل سه تو میگن دستا کمر چهار تا میگن رقص کمر چی رقم رقص مگه یه رقم نامتی چیست خندلو من میگه میت رقص که هیچی رقم مگه نیتو به خندلو پیتری خند این تو کسی که اثر میگم یکی میگن دستا بالا 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 دو تا میگم دستا بغل سه تا میگم دستا کمر چهار تا میگم رقص کمر هیچ رقم میکنم اینو من دیده بیدو میکنم هیچ رقم خب نام خدا قندلک خوش 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 تو اینجا ساچه آفرین خودی تمی ساچه نام خدا دو تا بچگک نام خدا تم اینجا بیا تو پشت سر بیا نام خدا بازی ما براتون بازی چیز داریم خب برنامه ما آموزشی هست تفریحی هست خالص خنده میتونم براتون شباده بازی شما جادوگلی میگین او اصلا نام شباده بازی است خب قندلک نام چیست؟ ممتاز چی؟ ممتاز آفرین صنفی چند هستی؟ سفاوه چپ چپ چقا با جرات هست خوش اومد ببخشین نام چیست؟ ممتاز صنفی چند هستی؟ صف اول چقدر با جرأت است خوشی بامد خوشی بامد خوشی بامد اتا خوبش میگه نام تو چی هست؟ ساره ایره میگم نام چی ساره من میگم نام چی زیر اینی چقدر خوبش میگه انت میگه من که او میگه ساره چک چک بچه اطفال دستشن قندل کسی که در خانه است چرا خم سینما سهل میکنه خب اطفال دستشنی امروز برنامه تو نمیشه سعی کنین رموت تغییر ندی که بگی یک سعی که چقدر قندلکا چه فکر چی دخترهای مقبول چی بچه های مقبول آورده من که خوش هستم هیچی رو خم خنده مکنم وای کلون وای کلون چشم خب ممتاز جان ما یک صدای حیوانات از گلون خود میکشم اگر بلد بودی برای جایزه میتونم درست است؟ این صدای چی است؟ صدایش خوب؟ صدای چی نه؟ صدای چی است؟ باش 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 میفهمم باش باش چی میگه؟ گوش کن آفرین چی دختر قشنگ نام خدا خوبش بود چی قشنگ نامی چی بود؟ سوره سوره ایت ایسا چی رقم سایی که قطرات ما چی رقم ساد میشه سایی اونا چی قشنگ ساد میشه روی ما ایت را بسایی کنین چی قدر منظم ایت ایسا چی رقم میشه آدم خیلی مردم بد میگنه سایی اه ما این ایت ایسا میشم کل اطفالی که در خانه است ما رو میبینن خب صدای چی بود؟ صدای پشک خب اینا درست است دختری باهوش هستی اگه صدایش کشیدی من برای جایزه تعیین می برات میتم درست است بگو بله اینا تو صدای پشک بکش وی این چقدر پشک دوالی تو بچه پشک ایره کم دیده اینتو میکنم پشک خیلی ناز است گوش کنه باز یک دفعه دیگه جایزم بتون وی چک چک خوبش بود من خوشم آمد خوشم آمد نام خدا تو قندلک بیا جایی که ممتاز تو اینجا برو نام خدا چقه مدنی قشنگ مویان ما همسه که چقه یک بغل هم مدنی قشنگ خب من صداشو میکشم اگر خودت کشیدی برای جایزم بتون سیست گفتی نام چیز مصطفی مصطفی جان صف چند هستی؟ صف اول اوه نام خدا قندلک این حال من این صدای چی هست؟ سکر صدای که تو یاد میدی الان چی بلا هستی؟ این خودش میگن الان تو خیلی باوش هستی صدای گو صدای چی؟ صدای گو آفرین چک چک کنیم بایست خواهر مصطفی مصطفی جان این صدا رو من میکشم برای جایزه میتونم خب؟ ایتیم جایزه هست که کیف کنی باش نه تو میچه سوچو همین صدای گوه بکش
بود الله ترسانده مرا اینه گوش کن اطفال دوست چنه گوش کنه منظم سعی کن اینه قندوله خیلی من میرم ما برای تانو شباده بازی آوردم خیلی روی تانو اوسن کنه اونو چقدر منظم هست سعی کنیم لینه آخی چیز خوشم من خیلی قندوله دست جیبت بکر سعی کنه ما چقدر منظم مصطفی جان گوش کن صدایشو بکش ما جایزم بده جان چی رقم هست وی بخی ترسیدم صدا چه خواه خوب بشه با افتخار مصطفی جان خیلی عالی بود نام خدا بیا خنده را خواهدیدم خیلی بود برو ستایش برو نامی چیست؟ ستایش وی چه خنده لگه ستایش میگم نامی چیست این تو میکنه ستایش خواه ستایش جان اطفال دوستشنی من میفهمم که کلتان سعی میکنین در خانه شیشتین برنامه تان سعی میکنین برنامه ادامه داره که خوب شد هنوز بازی های ما مانده هنوز جادگری ها شباده بازی ها مانده خوشتان بیاید که کیف کنین تشکر خب از ستایش هم پرسان کو خوش سنفی چند هستی؟ سنف اول چقدر ناز هست بخدا خوش شدیم یک که خود گردن خود میگیره سنف اول خسان میگم سنف چند هست انتا میکنه کلا سنف اول بیا کندلا ما یک ترانه میخونم اگه یاد داشتی ما برای جایزم میتونم درست هست؟ اینی تو گوش کن بقا بقا او بقا کلیت مثل سنگ بقا گندشگار خو برده آرام بشینیم دقا بق 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 شده چقدر کیف میکنه نه؟ دیگه چه کندلا؟ انتری بخون سکر بقا بقا او بقا کلیت مثل سنگ بقا گندشگار خو برده آرام بشینیم دقا خوب گوش کن بقا بقا او بقا کلیت مثل سنگ بقا گندشگار خو برده آرام بشینیم دقا بخوان ستایش بقا بقا او بقا آردم یک جای میخونیم بقا بقا او بقا کلید مثل سنگ بقا گندشکارا خو برده آرام بشینیم دقا تو بخونه خب یاد گرفت غلام سخی عزیز خیلی ممنون و از شما هم تشکر همینجا باشین جایی نمیریم فقط یک میان برنامه کوتاه داریم دوباره برمیگردیم شعبده بازی قلم سخی با نرمشم خیر از پس میاییم پس میاییم پس میاییم گیم قطم بازی میگین خیلی قنده لکا سایس خیلی از میان برنامه دوباره در حضور شما قرار خواهیم گرفت برگشت دوباره و ادامه برنامه گلبانگ را بیننده هستین کودکایی که در استودیو با ما حضور داشتن ما رخصتشان کردیم چون قرار است که یک گروه دیگه از گروه سرکس در برنامه حضور داشته باشن اما قبلش باید بگم که غلام سخی عزیز اجرای شعبده بازی خود را با اونا می داشته باشه ولی کودکایی که از بوستان مهر حضور پیدا کرده بودن مکتب بوستان مهر برای از اونا جایزه و تحفه‌شان داده شد خب زیاد دور نمیریم بس طولانی نشه آقای قیس عمادی رو در کنار خود داریم آوازخوان خوب کشورمان و کسی که بیشترین وقتش را صرف کمک کردن به کودکا و خانواده های این کودکا در افغانستان میکنن کودکایی که آسیب پذیر بودن و آسیب دیده بودن خب فرصتی رو دارم که صحبتی داشته باشیم و سلام و وقت بخیری سلام صبح شما بخیر سلامت باشیم خوش آمدید ممنون که دعوت کردین در برنامه خود و بسیار زیاد خوشبختی هستم که امروز روز کودک است و برنامه ویژه‌ای که شما اختصاص دادین به کودکا بازم تشکر از طرف بنده که واقعا بسیار زیاد جای خوشی است که شما برای کودکا فرصت دادین یا برشون برنامه گرفتین خیلی خوشی است خواهش میکنیم سپاسگزار شما که وقت گذاشتین در برنامه حضور پیدا کردین و فرصت دادین برای ما در این زمانه کسی زیاد وقت نمیگذاره برای اینکه بالاخره حداقل با مردم حضور داشته باشن و اینکه شما سر کارتان با کودک ها هست فکر می کنم بیشتر و شما یک نهادی دارین به اسم عمادی فاوندیشن در او ارتباط می خوایم که از شما بدونیم که مشخصا روی کدام ابعاد بیشتر کار میکنین و تمرکزتان هست و چرا خواستین همچین چی داشته باشین گرچه سوال چرایش بسیار زیاد معنا نداره بخاطر از اینکه خب شهروند هستین چرایش هم با زیاد تشریح زیاد داره بله خب در ارتباط به همون نهادتان میگم من خلاص براتون میگم که ما چرا می در ذهنم آمد این موضوع من خودم پنتونه با ده افغانی که من سه روز
از خیرخانه به پانتون کابل رفتم. ده افغانی داشتم که ما یک نان خشک خریده بودم و با این ده افغانی ما نان خشکم چک میزدم و حرکت میکردم طرف پانتون و همی هر روز همین پروسه جایی؟ نه، تا ای که مثلا ما جای کار گرفتم، یعنی امو روزی که بسیار سرم سخت تمام شد امو روز بود و ما خواستم که روز برسه که ما بتانم اگر یک افغانی پیدا بکنم باید او را ده تقسیم کنم و تقسیم کنم بر همگی. درست. دوستان بیشتر در موردی که شما خودتان چطور بزرگ شدین در جامعه افغانستان بر ما بگیم. خیلی خلاص. خانواده و زندگی. خانواده خدا رو شکر پدر مادر دکتر، همشیرا دکتر، برادرها انجینیر، کلشان نام خدا رسیده و ما در خانواده روشن فکر، در خانواده‌ای که با موسیقی هیچ مشکل نداشتن و در خانواده‌ای که همیشه فکرشان به این بوده که اولادشان چطور به جای برسه و خدا رو شکر که به من در خانواده کلام شده. پس حداقل در یک فضای نسبتاً مناسب‌تر بزرگ شدیم. بله. و حداقل چی میگن نان خوردن و اینا دغدغه نبوده در اون زمان. نه نه، در اون زمان نبود. وقتی که من از سمت شمال به کابل آمدم، وقتی که من باز یکم که در پایتخت پر جمعیت به مشکل برخوردین. درست. بله. حالا پس سر سوال اول میایم، امادی فاندیشن هدفش چیه و دقیقاً چه کاری انجام میده؟ امادی فاندیشن فقط کمک رسانی است به فامیلایی که نیازمند هستن و در ضمن به کودکای خیابانی که ما قرار است مکتب بسازیم به همین کودکای عزیز ما که روی سرک کار میکنن که مکتبشون تقریبا پروپوزالیاش آماده است که ما تا یک سال دیگه. چطور کودکای را شما آیا فقط تنها کودکای جاده یا کودکای کار را انتخاب میکنین یا اینکه نه پلان چیز دیگه هست و کودکای بیشتر را قرار است تحت پوشش قرار بدیم؟ ما کوشش میکنیم اول خانوادهایی که نیازمند اصلی هستن که طفلکایشون میرن به کار، اونا رو ما جمع میکنیم برشان یک مقدار پول مد نظر میگیریم که روزانه چقدر کار میکنن، ما پول برشان میتیم و مستقیم بیاین فقط درس بخونن، پول خودم میگیرن برن خانه. چه جالب. خیلی خوب. بله. خیلی خوب. ممنون شما. خواهش میکنم. دوست دارین یک اجرا داشته باشیم؟ میخواین که مناسبتی بشه؟ بله، ما همیشه در برنامه رفتیم با گیتار رفتیم، اگرچه گیتاریستم نیستم. جالبی بود که ما همی داخل دفتر شدم اینجا همی گیتار دو تار شکنده شده بود. باز آجل که در پس رفتیم در مسیر راه حتماً اتفاق برشت. حتماً کدام جمپ بود چی رقم؟ جمپا زیاد است. خیر ارمنی را آورده. خیر، مشکلی نیست. بازم خوب است که دستتان در ارمنی هم میچرخه و بلدیت دارید. یک آهنگ عاشقانه میخوانیم. عاشقانه میخوانیم. خوب است، بفرمایید. بمی عاشقات تقدیم. بچه هم فوقانا را چی کردن؟ پارچه پارچه کردن هر کدام شرطاتا. عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد، زنجیر جنون ای دل در پایت مبارک باد. از درد نهان سوزی، از ناله جهان سوزی، گاه خنده کنی چون گل، گاه همچو خزان سوزی، دارا شده ای ای دل غمهایت مبارک باد. دارا شده ای دل غمهایت مبارک.
عاشق شده ای ای دل، غمهایت مبارک باد. کاقل و فرزانه کب خود و دیوانه کدیر و حرم گردی کدیر و حرم گردی کبر در بود خانه کبر در بود خانه کبر در بود خانه. خیلی عالی. من نمیتونم بگم که بیننده رو حس خوب دادی یا حس نایفم دیگه. حالا بستگی داره به برداشتشان دیگه. آه دیگه خوی اگه انت اگه عاشق باشن خب میگه والا خدا یارت. خب همینطوری هست. اجرای خوب و سلامت. شکل اجرایتان یکم تفاوت داشت و حسی که خودتان دارین بیشتر حس بر بیننده انتقال میده. قیمادی ممنون از حضورتان در برنامه. شما سلامت باشید. فقط اگر کوتاه بگین که چطور کسایی که میخواین برای کودکای خیابانی و یا کودکایی که کودکان کار هستن کمک کنن و از طریق شما کمک کنن شما رو همراهی کنن. ما بازم تشکر میکنم از شما که دعوت کردین. هر کس میتونه به مقدار توان خود، اگر همگی با هم یک جا، اگر فکر کنین که 35 یا 40 میلیون نفوذ نه، اگر 10 میلیون نفوذ ما اگر ماه یک افغانی کمک بکنن 10 میلیون میشه و اینا کوشش بکنن که یک کس با اعتماد پیدا بکنن و بتانن که روی یک شخص اعتماد پیدا بکنن، بر از اونها فقط یک افغانی کمک بکنن هر نفر و این میشه 10 میلیون. و 10 میلیون میتونیم که ما یک مکتب خیلی بزرگ داشته باشیم به کودکای نیازمند، به کسایی که دست فروشی میکنن یا کسایی که معیوب هستن یا کسایی که نمیتونن به خانواده رسیدگی بتانن، به اونا با بتانیم که یک مدرسه یا یک مکتب یا یک جای برای درسشان بسازیم و بتونن اونا در آینده برای خود کمک کنن. سلامت باشید. تشکر از حضورتان. پوزش که فرصت کم هست، اکش میشد بیشتر شما رو در برنامه داشته باشیم. سلامت. و اجرای خوبتر. خب شانس آوردیم که گیتارتان هم تارایش سک میده. دفعه بعد انشالله برنامه میخواییم شما رو داشته باشیم. بله. و اجرای معروفتان که فکر میکنم یک آهنگ دسپرادو. بله. و اون آهنگ رو باید حتما یک روز در گلبانگ اجرا کنیم. من باید اینجا حضور داشته باشم. انشالله شما رو برنامه بعدی می داشته باشم. بازم ممنونتان. تشکر از حضورتان. خواهش میکنم. سلامت باشید. سپاس از شما بیننده عزیز که ما رو همراهی کردین. آقای امادی با ما بودن تا این لحظه و اجرای خوبی هم داشتن. حالا یک میان برنامه میگیریم. در ادامه میان برنامه بیننده برنامه گلبانگ باشین. بخشای دیگه مانده که پیشکش شما شود. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. هموطنای عزیز سلام، صبح شما بخیر باشه. انشالله که هر جای هستین صحتمند و سرحال باشین. امروز 11 جوزا مصادف است به روز کودک در افغانستان و هرچند که افغانستان جای خوب برای کودکان این سرزمین نبوده، خوشحال هستیم بر ای که در بخش کودک کار در خدمت شما قرار داریم و ما باز هم رفتیم بر روایت یکی از اطفال، از هزاران اطفال این سرزمین که زندگیش به تصویر کشیدیم، با هم یک جا تماشا میکنیم. بعد در ادامه برنامه ما را همراهی بکنیم. عجله دارد، کارش دیر شده است و اگر دیر به کار برسد شاید اخراجش کنند. این نجیب است که میدود میدود و میدود، نه به طرف مکتب برای درس خواندن، نه به طرف پارک برای فوتبال و بازی های کودکان. فاصله راه زیاد است و نمیتواند پیاده برود. باید سوار موتر شود، اما هیچ کس اهمیتی به معصومیت چهره و سن و سالش نمیدهد.
بالاخره سوار می شود اما بالاخره نجیب به سر کارش می رسد. فلسکاری سلام سلام جناب کری بله نجیب در دکان فلسکاری کار می‌کند. کاری که برای کودکی در این سن و سال طاقت فرساست. چکش می‌زند با همان دستانی که باید قلم بگیرد و برای آینده خود و کشورش درس بخواند. معمولاً کودکان در این سن و سال در افکار کودکان غرق می شوند. اما باز هم شرایط برای نجیب فرق می کند. او باید در فکر نان و سیر شدن اعضای خانوادهش باشد. بله. نجیب امروز کارش را تمام کرده و منتظر است تا دست مزدش را بگیرد. همان اندک پولی که برای بدست آوردنش از رؤیاهای کودکیش گذشت. اما چقدر؟ 50 افغانی. بله 50 افغانی. حالا با این پول زودتر چه بخرد؟ نان؟ بله بله البته با اضافه نان یک دانه کیک برای برادر نازدانش. راستی در افغانستان به چه تعداد کودک کار داریم؟ چند نفر از آنها می توانند مصارف خانواده خود را تأمین کنند؟ ای که دستت می رسد کاری بکن. زندگی نجیب را با هم در تصویر تماشا کردیم. خیلی دردآور است زندگی کودکان در این وطن و واقعا که آدم یگان وقت نمیتونه اصلا احساس شو بیان بکنه. اما خوبی به اینجا است که خوشبختانه حمایت هست از اطفال و اطفال کارگر ما داریم. هنوزم حس همکاری و حس همدردی زنده است در دل مردم افغانستان و شما را تماس کمک ما را در واتساپ البته میبینین در روی صفحه تلویزیونتان و شما میتونین که اگر دوست دارین کمک بکنین برای نجیب میتونین که بر ما تماس بگیرین. خوشبختانه که نجیب امروز ما در استودیو دارم و از نجیب جان خواهش میکنم که بیای رفیق نازنین و گل ما که خیلی دوست داشتنی هست. خب تا وقتی که نجیب میرسه به استودیو خوشبختانه که ما در این هفته کس را داریم در برنامه که حمایت کرده از نجیب از طفلکی که الان میره فلسکاری میکنه و روزانه 50 افغانی به دست میاره. آقای گل احمد نورزاد نماینده مردم نیمروز در پارلمان و خوشبختانه که اینا احساس همدردی کردن و خواستن که با ما در برنامه شریک باشن و احساس همدردیشون نشان بدن. قبل از همه سلام و صبح بخیر خدمت وکیل صاحب. خیلی خوش آمدن. صبح شما بخیر باشه.
تشکر. سلامت باشین. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران بخش تکنیکی شما و همچنان بیننده های تلویزیون یک در داخل و خارج از کشور. و تشکر از شما که برنامه را ترتیب دادین. برنامه عاطفی است که واقعا به اطفال از وطن که واقعا از تمام نعمت‌های زندگی محروم است، بالاخره به یکی از اطفال که در از تمام نعمت‌ها محروم است شما به او توجه کردین، زندگی از او را به تصویر کشیدین تا باشد مردمی که در توان از اونا کمک و همکاری به این اطفال بی‌بضاعت، به این اطفال درمانده و به این اطفال محروم از همه امکانات بتونن هر کس به نوبه خود در حد توان خود کمک را انجام بدن. سپاس از شما. بدون شک نجیب آمد و ما می‌خوایم که رفیق دوست داشتنی و خوب خدا با آغوش بگیریم. نجیب میشه که بیایی به طرف ما؟ سلام. صبحت بخیر باشه، خیلی خوش آمدی. نجیب اقدر یک طفل قندول و دوست داشتنی است که طرف شادم میبینه، باید که نجیب یک بار با آغوش بگیره. نجیب جان بیا خودت. بیا نجیب جان. سلام. خوب هستی؟ نجیب جان صحبت بخیر. لالا خوب هستی؟ ساعتت خوب است؟ نجیب امروز چطور است؟ حالش، هوایش؟ نجیب که ما وقت میخواستیم زندگیشم به تصویر بکشیم، در کل نجیب بسیار کم صحبت میکنه و امروز ما آنقدر خوشحال هستم بخاطر از اینکه وکیل صاحب حمایتش نشان داده و امروز روز کودک هست و از این نجیب دوست داشتنی حمایت کرده، ما بسیار زیاد خوشحال هستم. نجیب جان در خانه چند نفر هستی؟ 12. 12 نفر؟ خودت هم کار میکنی؟ در خانه گفتند که باید کار بکنی یا که خودت میری کار میکنی بدل خود؟ نه، بدل خودم کار میکنم. بدل خود کار میکنی؟ میخوایم بدانم که آرزوی نجیب چی است؟ آرزو ندارم تاله. آرزو نداری؟ چرا؟ از خاطر که کلاگی زندگیم در فلس کاری تین میشه، تاله نمیفهمم که آرزو چی است. یعنی کل زندگی نجیب در فلس کاری تین میشه و هیچ آرزوی هم نداره. واقعا دردآور است. وکیل صاحب از شما میخواییم بپرسیم وکیل صاحب که دوران طفولیت یک وکیل پارلمان چیگونه بوده؟ آیا مشکلات زندگی را شما هم مزیش چشیده؟ اول خو ما روز کودک به تمام کودکای سرزمین، به تمام کودکایی که اونا امروز در قدم اول به کودکایی که اونا از نعمت داشتن پدر محروم شدن به اثر جنگ و خودخواهی هایی که در این سرزمین 40 سال است ادامه داره به خاطر قدرت جنگی که هیچ پیروز از هیچ کس براندازی معلوم نیست و به جز بازنده که همه ما مردم افغانستان بخصوص کودکان از این سرزمین، بخصوص مادران از این سرزمین که اونا داغ فرزند، داغ شوهر، داغ برادر خود همیشه دیدن و کودکای یتیمی که اونا به انتظار دیدن پدر همیشه چشم براش شده بودن، به اونا تبریک میگم. امیدوار هستم که به دعای بر روی گل روی همه کودکای نازنین سرزمین خداوند صلح و امنیت دائمی را در کشور ما برقرار کنه. واقعا ما در کشور زندگی میکنیم که بر علاوه که 40 سال جنگ است یک کشور فقیر هستیم و همه ما دوران کودکی را به یاد داریم و مشکلات های خود داشتیم. من در یک خانواده توانمند و یک خانواده با امکانات زندگی نکردم. من در خانواده پدرم یک مؤذن مسجد جامعه بود، یک دکان یونانی و عطاری داشت که دوای یونانی میفروخت. شاید بعضی از بیننده های تلویزیون که امیال تصویر مرا ببینن اونا این موضوع صحبت مرا تایید کنند که من در خانواده غریبانه تولد شدم و بزرگ شدم. من مشکلات داشتم، من پشت یک قلم و کتابچه هم شوا و روزا را شاید گیریه میکردم، عذر میکردم، از دوستا تقاضا میکنم، از ماما کاکا که تا برمه کتابچه یا قلم بگیره. مشکلات زندگی را هر
طفل زی وطن، هر فرد زی وطن دیده بدون شک. همه مردم ما در یک جایگاه بلند اقتصادی بزرگ نشدن. اکثریت مردم ما، اکثریت کسایی که امروز اگر در قدرت هستند، اگر در چوکات تجارت شخصیت های مطرح و موفق هستند، روزگار سخت را گذاشتند. بدون شک من از جمله از اون افرا بودم. من امیال کاملا درک میکنم نجیب جان خانواده از اینا را، مشکلاتی که ای به این طفل معصوم ای که نیاز داره که باید بره مکتب، یک چیز را بیاموزه و ای حالا در فلزکاری یک کار شاقه و کار ثقیل است که برای انسانهای بزرگ حتی او کار ثقیل است، ولی ای با این بازوهای ظریف خود میره و فلزکاری میکنه، با این چشمای ظریف خود این ولدنگ میبینه یا مثلا آهن تا بالا میکنه یا اره آهنگری یا چرخ فلزکاری به دست ازیست. واقعا دردآور است. خیلی دردآور است. نجیب پدر جان چی کار میکنه؟ پدرم کار نمیکنه. چرا کار نمیکنه پدر؟ کمرشم درد میکنه، سرشم. گاهی وقت هم میشه که مثلا نجیب بره به کار و استادش برش پول نده و پس دست خالی خانه بیه. کار دوست داری؟ نجیب اگر روز با اگر روز فلسکاری نکنه، بزرگترین آرزوی نجیب چی است؟ بچه. واقعا خیلی دردآور است و من نمیتونم نمیفهمم چی بگویم، اما افغانستان جایی است که در کل خیلی اطفال مشکل داره، خیلی خیلی خانواده ها هستن که فقیر هستن، در زیر خط فقر زندگی میکنن. من خواهش میکنم به خاطر روز کودک که امروز روز کودک است، اگر ما میتونیم دست یک فقیر هم بگیریم در این وطن که کودک باشه، جوان باشه، یک خانواده، حداقل با کودکای خودتان محبت بکنین، با کودکایی که در بیرون است محبت بکنین و این فرهنگ لطفا در دل هایتان زنده داشته باشین. وکیل صاحب شما همین که ویدیو رو شما دیدین، تصویر شما دیدین و نجیب دیدین، چه حس به دلتان آمد و شما خواستین که کمک بکنین و حمایتتان چگونه است از نجیب؟ تا وقت ما به نجیب اگلاس چای من بدون شک همه ما منیس انسان، منیس بشر، منیس مسلمان و منیس اگه هموطن افغان مسئولیت دارم در قبال اطفال سرزمین که اگر کار از توان ما از دست ما بر بیاد به خاطر آوردن تغییر در زندگی کودکانه از اطفال معصوم و محروم از سرزمین. اطفال ما امروز نیاز داره به وسایل تفریحی، پارک‌های تفریحی، با وسایل تعلیمی، اینا به مکتب نیاز داره، اینا به یک نوازش پدرانه نیاز داره، مشکلات داره، اینا به خوراکایی که همیشه شوق طفلانه است و بچگانه است، اینا نیاز داره که به اون چیزا دسترسی داشته باشه. ولی متاسفانه از همه نعمتای که اطفال دنیا از مستفید میشن اینا محروم هستن. من از نجیب جان یک سوال میکنم. نجیب جان دوست داری مکتب بخونی؟ نیچ نخوندی مکتب؟ خوش داری مکتب بخونی؟ مکتب شخصی میخوای بخونی یا مکتب دولتی؟ هر کدوم شکل. در کجا زندگی میکنی؟ خانه تان در کجاست؟ خانه ما تپه مرنجان. تپه؟ تپه مرنجان. تپه مرنجان. در اون نزدیکا حتما مکتب خصوصی است. مازر استم که ما به خاطر ازی که حداقل مسئولیت خود، رسالت خود در قبال اطفال زی وطن، من ایسی یک عضو از جامعه، من ایسی یک حالا دور از سیاست و دور از وکالت و دور از من ایسی یک بشر، من ایسی یک انسان، من ایسی یک مسلمان در قبال از این مسئولیت خدا ادا بدم. اگر ادا کنم پدر و مادر از اینا موافق باشن ایره من در یک مکتب خصوصی در نزدیکترین منطقه از اینا باشن، من از این مکتبشان من میپردازم برن مکتب خدا بخوانن. اگر چقدر وقت وکیل صاحب که ما مشکل نیست تا زمانی که من هستم و اینا هستن میتونم ایره تو زیر پوشش خود بگیرم که ایرا بتانم همکاری کرده که تا ای یک جوان تحصیل کرده و تعلیم یافته از این سرزمین باشه. من در خدمت شان هستم. من انشاءالله بعد از ازی که برنامه شما ختم شد من همراه خانواده زینام تماس میگیرم، شماره تلفن خودم به اختیار خانواده شان قرار میتم. دیگه اگر بازی تو نشوه که نانوار خانواده از اینا اگر نجیب باشه برای در امور زندگی از اونا سکتگی وارد نشه، مادر استم نجیب به خاطر ازی که نجیب یک بچه از سیماش مشخص است که یک بچه با استعداد است و علاقه خاص برای کسب تعلیم داره. من اینا رو در یک مکتب خصوصی در محلی که اونا سکونت دارن در اوجه دوستای خود وظیفه میتونم که تنظیم کنم اونجا برای مکتب بخونه و یک مبلغ کمک نقدی برای فعلا اجالتا من امرای خود گرفتم برام به اختیار زنا میگذارم که اون را بتم به خانواده خود
که داخل مشکلات ضروری خانوادهشان برای فعلا مرفوع گردد. ما از صمیم قلب از شما سپاسگزار هستم وکیل صاحب. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و بخیر باشین از اینکه اومدین و ما یک تشکری خیلی خاص میکنم اما کمکتون هم اگر برای نجیب جان از تمام هموطنهایم تشکر میکنم، قلبا سپاس از کسایی که حمایت میکنن، میاین احساس همدردی میکنن. من نمیفهمم نجیب جان دیره به خانوادت بده که برای خودت لباس و برای خانواده مواد خوراکی بگیرن. تشکر، بخیر باشین وکیل صاحب. و همچنان یادم نره که یک تشکری بسیار خاص از قاضی زاده صاحب، حامی ورزشکاران، و این کارت بسته مواد غذایی است که برای نجیب کمک میشه و نجیب میتونه بعد از برنامه بره و بسته مواد غذایی را بگیره و این کارت ما برای نجیب میخوایم که بتوم. از قاضی زاده صاحب یک دنیا ممنون و سپاس. نجیب جان اینم بگی، تشکر از اینکه اومدی لالا، تشکر از اینکه اینجا هستیم. و بله نجیب هم داریم در برنامه، در وقتی که ما کیک میخوایم توته بکنیم به خاطر روز کودک و عالم، یک وقفه خیلی کوتاه و در ادامه برنامه میتونین که برنامه را همراهی بکنیم. در ادامه برنامه گلبانگ با شما هستیم. بخش کودک کار را بیننده بودین. سپاسگزار از تمیم یارمل همکار خوبمان که باز هم یک کودک دیگر از زندگیش به تصویر کشید و همینطور توانست که همکاری وکیل محترممان را امراه خود داشته باشه و با کودک عزیزی که نجیب جان بودن همینطور. و سپاس از آقای قاریزاده که کارت مواد غذایی را برای نجیب عزیز هدیه دادن. شما بیننده عزیز تا جایی که دستتان میرسه و اگر امکاناتش را دارین کودکان خیابانی را و کودکان کار را حمایت کنین تا روزی برسه که ما حداقل کودک کار یا میزان حداقل کودک کار را در افغانستان داشته باشیم. فرصت هست که حالا با آقای خلیل الله حمید مسئول تیم سرکس پروانه ها صحبتی داشته باشیم و پروانه های مان را امروز در استودیو در کنار خود داریم تا چند اجرایی از ایشان داشته باشیم در استودیو و همینطور صحبت هایی با ایشان داشته باشیم. آقای حمید ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه حضور پیدا کردین. تشکر، منم که دعوت کردین برامون. سلامت باشین. در ابتدا بیایم در ارتباط به پروانه ها صحبت کنیم. در حال حاضر چه تعداد دختر خانما و بچه ها همراه شما هستن؟ چقدر تانستن پوشش بتین؟ مشکلاتتان و همینطور در ارتباط به برنامه هایتان برنامه بتین؟ تشکر زنده باشین. تیم برنامه ها تشکیلی نو است که مدتی تقریبا 3 تا 4 ماه میشد که ما یه برنامه رو شروع کردیم. قبلا ما در سرکس دیگه داشتیم، قبلا سرکس افغانستان فعالیت داشتیم. فعلا مستقل هستیم. تعداد شاگردان ما که در دو بخش هستن، از طرف صبح بعد از ظهر میان، تعداد 60 نفر میرسن. فعلا فعالیت متنها در کابل است و احساس کوشش میکنیم که ایراد ولایت هم به حساب برسانیم و بعد فعالیت که در ساعت دو تا افغانستان هستن برنامه تفریح داشته باشیم. پس تیم پروانه ها یا تیم سرکس پروانه ها تنها در کابل فعلا فعالیت داره؟ بله بله. و تعدادشان گفتیم مجموعا 60 نفر، 30 صبح و 30 بعد از ظهر. 60 نفر از بچه‌ها و دخترها. بچه‌ها و دخترها هستند. بله. در کدام بخشا بیشتر برشون تمرین میتونن؟ زیادتر بخش تفریحی سرکس هستند که بخش جاگلینگ میگن، اکروبات هستند، بخش جیمناستیک هستند، تئاتری هستند، بخش کمدی هستند، بخشی که مثلا مربوط خود سرکس است که سرکس یک مجموعه هنر هاست که اینا فعالیت میکنن در تمام مختلف یا صفای مختلف دارن که منازه کار میکنن. چند درصد از کودکایی که امروز شما هستن کودک کار هستن؟ خب کودک کار یعنی فعلا و مرکز ما باز است برای همگی است که او اگر از کار باشه یا مثلا در چیز زندگی مختلف داشتن یا من فعالیت داشته باشن، اما ما قید نمیسازیم که تو از کجا هستی، در کدام بخش فعالیت میکنی یا نمیکنی یا کار میکنی یا مثلا از پرورشگاه یا یتیم هستی. این چیزا ما هیچ به استاد پلیسی خود نمیدونیم. پس در میان هست کسایی که هستن، اطفال هستن که مثلا میان کار میکنن و بخش ما رو میاد آموزش میگیرن و همچنان از طریق می هنر خود میتونن قرار در لبخند به چلوشون برسن. حمایت ها از کدام سمت است بیشتر؟ ما کوشش میکنیم که دوستایی که ما را دعوت میکنن، بعضی با محافل اینا دارن و اینا نمایش ما را میخرن و اونا کمک میکنن و طفلا را ما پولی که از اونا میگیریم مصرف از اینا میرسونیم. یعنی جاتر برنامه ما فروشی هستن و نمایش که مثلا به فروش میرسه اون ما کمک میشه که بعد طفلا مصرف. خیلی خب، ما امروز کدام پروانه ها را در کنار خود داریم اگر اسم ببریم؟ 3 خواهر هستن که رابعه، شبانه و نازنین. اینا 3 خواهر هستن که
جاگلرای به حساب تاپ افغانستان گفته می شود. عالی. بعدش دو تا دخترکای خطرک است، یکیش که آسنات است، یکیش مهدی جان است، و همچنان نجمه هم که بایسی ترینر هستند. خلیه همشون ترینر هستند، شاگرد دارند که دیگر را یاد میتن. خیلی خوب، خیلی خوب. اونا از کسا هستند که برشان سم داده شده که بتونن فعالیت داشته باشند. همچنان مکتب ها فعلا قرنطین شد، بس مونه که اینا هر کدومشون در مکتب سم داشتن، تعداد 30 شاگرد 20 شاگرد را از آموزش میتن بخش هنر سر کسا. خیلی خوب. چون فرصت کم هست، ما میخواهیم که اجرایشان را داشته باشیم، پس اولین اجرا رو انجام بدین، بعد اگر فرصت مون صحبت هم میداشته باشیم. بفرمایید. این اجرا چی است استاد؟ این بخش جاگلنگ است که این در کشورهای غربی اروپایی سر از این بخش کتاب های زیاد نوشته شده که به ذهن چقدر مفاد میرسند، چقدر رشد میده ذهن، چشم دید مثلا زیادتر میسازه، حرکت وجود بیشتر میسازه. این بخش جاگلنگ گفته میشه. اجرایشان فکر میکنم همه قدر همه درسته؟ خیلی عمالی. من میشه صحبت همراشان داشته باشم؟ بله. کی میخوایی با من صحبت کنم؟ من فقط یک اطلاعات نیاز دارم. رابیه. یاراره. گاهی هم شده؟ اول سلام. سلام به شما. روزت مبارک. تلویزیونیه. سلامت. امروز روزتان هست. میدانید نه؟ بله. درست؟ روزتان مبارک. تشکر. گاهی شده که یکی از اینا اسمش چی است؟ کلاب. از بالا بخوره سر انگشت کلانتان. بله تشکر. وقت تمرین بدون شک میخوره و در روی میشه. باز ما تمرین میکنیم، مدت 6 سال میشه تمرین کردیم. 6 سال میشه تمرین میکنی. بله. پس در 6 سال یاد گرفتی. بله. چند تا شاگرد داری خودت مشخص؟ 6 در مکتب هم از در سرکس هم از باز در مکتب تایمای مختلف تمرین میتیم. شاگرد هم خورد هم کلان و در سرکس هم تمرین. خیلی خوب. چقدر تمرکز نیاز داره؟ چند درصد؟ خیلی زیاد کار داره. 50% بالای شما، 50% هم بالای دستا. دستا. بله. پس باید 100% تمرکز داشته باشی. بیدونش. درست. خب اجرای بعدی دارین یا همینقدر کافی هست؟ دیگه هم داریم. دیگه هم داریم. خب پس ما اجرای پروانه ها رو داشته باشیم بعد از شما رو داشته باشیم. درست است؟ تشکر. خب اجرای بعدی رو می داشته باشیم. مهدیه و آسنات اجرا میکنن. ببینم چی میکنن با این بالایتان؟
تشکر تشکر. ما میخوایم با این چشم مقبولک یک صحبت داشته باشیم. سلام. سلام. اسمت چی است؟ مهدیه. مهدیه طرف کامرا نگاه کن. واقعا به چهره این زیبا نگاه کنین. خب مهدیه جان چند سال از کار میکنی؟ چند ماه میشه؟ دو سال. من فکر میکنم چند دو ماه میشه. چطور شروع کردی؟ خودت خواستی؟ خوش داشتی؟ اولین بار در کجا دیدی؟ تلویزیون؟ این بازی که انجام میدی نامش چی هست؟ اجرایی که کردی؟ سرکس. نه این توپا رو که بالا انداختی. خوب است. خب بیننده عزیز، اجرایی از دو تا خورترک دیگه هم داشتیم. بیا خودت معرفی کن کمی. اسمت؟ آسنا. تو چند وقت میشه که کار میکنی؟ چند وقت؟ یک سال. یک سال میشه. خودت اومدی؟ نه خیر، استاد مورد. استاد تورد. استاد از کجا پیدا کرد؟ استاد؟ آها. خب روز کودک تبریکی میتی برای کودکای دیگه؟ روز کودک برای همتون تبریک. سلامت. تشکر. آقای امید، میخوایم یک اجرای آخر ازشون داشته باشون؟ گروپی اجرا میکنن یا یکی میخواین فقط سه تا خواهر ها اجرا کنن؟ بازم سه خواهر هستن که با توپ ها کار میکنن. با توپ ها کار میکنن؟ بله، توپ ها کم سندن. خیلی خوب، پس اجرای آخر هم میداشته باشیم. بله. تشکر از شما دیتا. پرانا شما پسر بدن که با پیش بین. ست تانو بگیرین. خیلی سپاس، تشکر از شما سه تا خواهرها. آقای امید سپاسگزار که فرصت گذاشتین، سپاسگزار که تنظیم کردین کودک ها را در برنامه داشته باشیم. فقط اگر اجازه داشته باشیم، ما میخواییم که آقای غلام سخی را با مهمانشان داشته باشیم، در ختم برنامه دوباره شما را میداشته باشیم. تشکر. از آقای غلام سخی خواهش میکنیم که در استودیو با مهمانشان حضور پیدا کنن. آقای حمید ممنون شما. تشکر. تشکر دختر از شما. تشکر. مشکل نیست، میشه که اونا رو هم بانیم، فقط باز بعدن میتونیم برداریم شم. تشکر. با تو که تو دستای چیزی رو نگی، بانش. تشکر. سلامت. بفرمایید. بفرمایید. سلام. مجدد. غلام سخی سرما عصبانی است، میگه که چرا نموندیم ما با دخترکا شعبده بازی کنم. آخ شعبده بازی خیر است. شاید وقت کم است. وقت که ما کم هست به همین دلیل خیر. حالا برای که فرصت داشته باشیم برای که یک کودک دیگه هم. کسی آوردیم که بانو بسیار نام خدا استعداد داره. نام چی است؟ زهرا است. تخلص افتخار صنف پنجم اوناس. ایتو نام خدا رب یاد داره. میبینی که اطفال دوستشنی. بازم من روز کودک با تمام اطفال دوستشنی تبریک میگم. سلامت باشی. بیا من اسمش متوجه نشدم. اینجا بیا. درست بیا. پیش بیا زهرا جان. زهرا. زهرا جان چند سال از کار میکنی؟ رب خانی میکنی؟ زیاد میشه دیگه، از صنف اول شروع کردم. چطوری یاد گرفتی؟ آیا ویدیوهایی دیدی در یوتیوب یا یکی که در تلویزیون دیدی؟ و مینویسی ترانه هم؟ ترانه می نویسم. اول رپ سید جمال می خواندم. اول از تلفن مادرم سرش میکردم، باز علاقمند شدم. بعد از اون مادرم امرایم کوشش کرد، تمرین کرد، من یاد گرفتم. خیلی خوب، پس اجرایی تا داشته باشیم؟ میخوای اجرا کنی؟ خیلی خوب، من میرم گوشم میشینم با تمام حس میخوایم گوش کنم.
خب من برامیا باشم. هر تو راحت هستی. میشه خودت به بغلش اجرا کنی. باشم تو رپ باز یا نه؟ راحت هستی زهر رو باشه کنارت؟ راحت هستی؟ دلتان میگه. خیلی من میرم تو اجرا که درست هست؟ وقت کم هست شباده بازی نکنیم؟ بعد از این؟ حتما ببینیم بمرای کودک ها میاین و اینجا قرار است یک برنامه کوچک دیگه در آخر داشته باشیم. خیلی من رفت شروع که زهرا جان بسیار آمود تو بایست داد زهرا شروع که دیگه از شروع شروع میکنم عزیزا به نام خدای یکتا یک مریضی آمده به نام ویروس کرونا مرض کرونا آمد میدانم او رفتنی است محبت های شما واقعا دیدنی است واقعا دیدنی است به درگاه خداوند همش کنیم اطاعت برای همه ما بخواهیم از او شفاعت بخواهیم از او شفاعت مرض کرونا را ما باید جدی بگیریم در وقت های قرنطین دست فقرا را بگیرم دست فقرا را بگیرم تاجران عزیزم پولداران عزیزم این است امتحان خدا این است امتحان خدا خواهش من همین است پیام من همین است در وقتای قرنطین لطفا بگیرین دست گدا لطفا بگیرین دست گدا نظافت جزء ایمان است نظافت جزء ایمان است ماسک بپوشین هموطن به چشم و بینی دهن به هیچ وجه دست نزن به هیچ وجه دست نزن در وقتای قرنطین با هم بکنین دوستی همراه یکدیگه‌تان لطفا نکنین روبوسی لطفا نکنین روبوسی لطفا نکنین روبوسی تمام 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 و خودت نوشته بودی؟ ایره امرای مادر امرای مادرت نوشتی میشه برش گفت رپ درست است؟ بله پلان داری که ادامه بیتی؟ یک رپ دیگه هم دارم شب جور کرده بودم شب جور کرده بودی؟ بله. میخوای اجراش کنی؟ بله اول از مادر محترم خواهشمند هستم که بیا یک بار دستایشو بباسم که از صنف اول تا این وقت کدیم کمک کده بیاین مادر جان گرامی زهرا سلام وقتتان بخیر سلام اسمتان لطفا سلام بر شما تشکر از شما که دعوت کردین سلام بر بینده های تلویزیون یک و روز کودک مبارک تشکر سلامت باشین میشه دستای مادرت ببوسی که خواستی ببوسی آخه چه دختر نازی خب سپاس زهرا جان میشه که شب جور کرد خیر حتما میداشته باشیم بعد از یک میان برنامه بیننده عزیز و در ادامه میان برنامه شما را در قسمت آخر برنامه میخواییم همراهی کنیم برمیگردیم بعد از میان برنامه و برگشت بیننده عزیز سپاسگزار شما که بیننده برنامه گلبانگ امروز بودین و ما امروز را تلاش کردیم ویژه تر نسبت به روزهای دیگر داشته باشیم و به مناسبت روز کودک 11 جوزا در افغانستان کودکان افغانستان قسمی که در شروع هم تذکر دادم آسیب پذیرترین طبقه در جامعه افغانستان بودن و هستن ماها به عنوان یک شهروند و شهروند بزرگ میتونیم کمک کنیم که میزان آسیب پذیری این کودکا پایین بیاید در برنامه امروز بخش‌های متفاوتی رو داشتیم و تلاش کردیم که صحبت با نماینده یا کمیشنر از کمیسیون حقوق بشر داشته باشیم که متاسفانه موفق به حضورشان در استودیو نشدیم و همینطور از وزارت کار و امور اجتماعی آقای احمد زئی قرار بودن که در برنامه حضور داشته باشن متاسفانه دیر رسیدن سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی ولی فرصت شد که ما بیشتر با کودکانمان در برنامه باشیم و همینطور نجیب عزیز را داشته باشیم در بخش کودک کار با آقای تمیم یارمل و حالا فرصت هست که کیکمان را قطع کنیم و برنامه امروزمان را همینجا به پایان برسانیم بله سپاسگزار همه‌تان که امروز در برنامه سهم داشتین آقای حمید از شما تشکر غلام سخی عزیز از شما تشکر تمیم جان تشکر به خاطر زحمتایی که کشیدین و نجیب عزیز با افتخار نجیب خوشحال هستیم افتخار نجیب کف می‌زنیم امروز روز نجیب و روز هزار کودک کار دیگه است که در افغانستان کار میکنن و زحمت میکشن ما این کیک را قطع میکنیم و امید این که بتانیم حداقل روزی را شاهد باشیم در افغانستان که کودکانمان گریه نکنن دیگه کودکانمان به عنوان یک فرد بزرگسال دغدغه غذای خانوادگیش را نداشته باشن غلام سخی به نهایت منتظر است که کیک تو تشوه والا گپ در کجاست که قصه زیاد است ولی زیادترش این طرف بریش که خیلی خوب بریم کور کیک قطع نجیب جان میخواه کیک تو تا بکنه شما میتونین دستای تانه بگیرین بیاین بیاین شما یک تک تک کنه بگیرین 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 یک آفرین دو سه یک تک تک Thank you.
در برنامه امروز سهیم بودین و بیننده برنامه امروز بودین. سپاس از همراهان ما، سپاس از همکارای ما که برای برنامه امروز زحمت کشیده بودن. حالا وقت خداحافظی هست. باز هم با امید این که انسانیت اساس زندگیمان باشه و کودکانمان دیگر عذاب نبینن. تشکر از همه شما. خدا نگهدارتان. خداحافظ. کودکای عزیز. چک چک.